خامنه ای یک رؤیای عجیبی رو در سر می پروروند. نه فقط خامنه ای، مله های حاکم بر ایران. و مله های حاکم بر ایران هم که من تو کتاب رفیق آیت الله براتون اثباتش کردم که جاسوس های سازمان امنیت شوروی بودن. روس ها این رؤیا رو تو کله آخوندها گذاشتن. و من بارها بهتون گفتم آخوندها از لحاظ مغزی انقدر مغزشون پیچیدگی نداره که بخوان مثلا برنامه های خیلی عجیب و غریبی بچینن. کلن جماعت آخوند، جماعتی که توی حوزه علمیه رفته توی ایران، اگر به بهره های هوشی اینا نگاه بکنید میبینید بهره های هوشی بسیار پایینی دارن و امکان برنامه ریزی و این حرف ها ندارن. ویدیویی رو من روی صفحه اینستاگرام گذاشتم که خمینی نشسته و یزدی مترجمشه. طرز صحبت خمینی هستید که طرفداراتون مسلح شدن؟ به ما گفتند که ما میخواییم مهیا بشیم، من هم اجازه مهیا شدن رو دادم. They have told me that they are getting prepared and I have given the permission to prepare themselves. Which means getting arms. که به معنای اینه که اسلحه جمع‌آوری بکنن. Yes. Where do you get the arms from? از کجا شما این اسلحه ها رو به دست میارید؟ نمیدونم. I don't know. تکلیف گفتم نمیدونم. میدونم یادم. من اینجور بهم تفاهم شده که بعضی از این اسلحه ها از جبهه آزادی بخش فلسطین میاد. آیا این درسته؟ اطلاعی ندارم. اطلاعی نداره. یک خبرنگار ازش میپرسه که طرفدارات رو گفتی مسلح بشن؟ میگه بله. بعد میگه از کجا اسلحه میارن؟ میگه نمیدونم. من نمیدونم. یعنی نوع جواب دادن خمینی کاملا تو مایه های یک پسر بچه نابالغیه که هنوز عقلش کامل نشده. و خب این فکر کنید دیگه سلطان آخونداست، سلطان آخونداست. بقیه آخوندها رو خودتون دیگه طبقه طبقه تا پایین بزنید برید ببینید بهره های هوشی تا کجاها میره. یعنی زیر زمین همینجوری میره تا هسته مرکزی زمین. و اینا پس امکان برنامه ریزی و هلال شیعی و این چیزها رو نداشتن. ولی خب توی دوره‌ای روسیه از اینها میخواست سوء استفاده بکنه. اینا رو میاره، تعلیم بهشون میده که چی باید بگید، چی کار باید بکنید، که الان هرچی که خامنه‌ای میبینید بلغور میکنه و بقیه آمریکا، بقیه آخوندها دارن بلغور میکنن علیه آمریکا، علیه غرب، علیه اسرائیل. تمام تعلیماتیه که توی همون دوران ترینینگشون دریافت. روس ها این طرح هلال شیعی رو چیده بودن برای اینکه میخواستن نهایت استفاده رو از دنیای اسلام برای کوبیدن اسرائیل بکنن، چون اسرائیل متحد آمریکا و غرب بود توی منطقه خاورمیانه و روس ها برای منطقه خاورمیانه نقشه های بزرگی کشیده بودن. اینجا قرار بود کل خاورمیانه قرار بود حیات خلوت روس ها باشه، ولی اسرائیل نمیذاشت این اتفاق بیفته. اسرائیل مزاحم بود. خب بعد از اینکه ایران عملا اشغال میشه توسط روس ها در سال 1979-1357 میان و حالا شروع میکنن دیگه توی دره بقا میرن حزب الله لبنان رو میزنن و از اون ور با همکاری خانواده اسد در سوریه و یک مشکل بزرگی در عراق وجود داشتیم وسط، درگیری بین حالا ایران و عراق هم به وجود اومده بود به دلایل روس ها میخواستن این جنگ به وجود بیاد که ارتش ایران رو به طور کامل بتونن نابود بکنن، هیچ امکانی برای کودتا دیگه وجود نداشته باشه. ولی خب این نبرد بین عراق و ایران باعث شده بود که این هلال شیعی وسطش یک قطعی بخوره. برای همین تو شعارهای اول انقلاب اگه خاطرتون باشه، برای بچهای هم نسلی من ملانیالزا، بچهای دهه 60 خوب یادتون هست که یکی از شعارهایی که رو در و دیوار مدارس ما نوشته شده بود و تو در و دیوار دانشگاه‌ها بود و تلویزیون دائم می‌دیدیم تکرار می‌کردن اینا، این که راه قدس از کربلا می‌گذرد. و خب یه شعاری بود، همون بحث هلال شیعیشون بود که اول ما باید یه جوری کربلا رو بتونیم آزاد کنیم، چون مسیریه که میره بعد قدس کجاست؟ اسرائیل. اینا پایتخت در واقع اسرائیل رو میخواستن تا اونجا برن جلو و مشکلشون این بود که باید راه رو از این ور باز میکردن. یک نگاهی بکنیم به خاورمیانه. میخوام با هم دیگه
تا جایی که امکانش باشه خاورمیانه رو خیلی کوچولو بکشیم، اون کشورهایی که من باشون کار دارم، از ایران خودمون شروع بکنیم. و بچهای وقت از ایراد نگیرید که یک بخشی رو بریدیم، نه هیچ بخشی بریده نمیشه، فقط این یک نقشه کلی تصورش بکنید که اینو بزنیم دریای مازندران، از چنگ روس ها درش خواهیم آورد و میاد. خب ایران ما ادامه داره تا اینجا هم بزنیم، خلیج فارس رو داشته باشیم، تنگه هرمز رو، دریای عمان رو، و در زیر امارات رو داشته باشیم، عمان رو اینجا داشته باشیم. با این چیزها ما زیاد کاری نداریم، یونایتد عرب امارات، یو ای ای و عربستان بخش بزرگی از اینجا رو به خودش اختصاص میده، قطر یک بخش کوچولویی رو اینجا داره، عربستان ادامه پیدا میکنه، البته از عراق بکشم خیلی راحت تر خواهد بود. عراق رو از اینجا ما حدوداً داریم، میاد و تا اینجا روی سوریه. خب این شکلی بگیم عراق باشه. کویت یک بخش کوچیکی رو اینجا به خودش اختصاص میده و بقیه هم دیگه عربستان هست تا پایین. خب اینجا ما سوریه رو، اینجا ترکیه رو داریم که ادامه پیدا میکنه، همینجوری میره تا انقلاب مهدی و این بالا، و اینجا ما سوریه کوچک رو داریم. اردن رو یک تیکهی بهش اینجا اختصاص بدیم و بعد داشته باشیم لبنان رو بسیار کوچیک توی این منطقه، کشوری با جمعیت 6 میلیونی لبنان، و اینجا هم اسرائیل. خب که بعد دیگه میاد به صحرای سینا میخوره و میره به آفریقا و اینجا عربستان رو و ایران بزرگ عزیز ما اینجا، عراق رو اینجا، سوریه اینجا و ترکیه اینجا. اوکی. خب حالا دیگه آذربایجان و ترکمنستان اینا بماند، این یک کمی ایران ما بیشتر کش پیدا میکنه اینجا که ترکمنستان اینجا مرز ایران و ترکمنستان میشه، شاید در این خزر خیلی بزرگ کشیدم. حالا صحبت از اینه که این قدس که میگن اینجاست، اورشلیم یا همون بیت المقدس و در واقع اسرائیل، چیزی که براش دائم نقشه میکشن. و نجف اینجاست، کربلا و نجف رو هم اینجا داشته باشیم. خب حالا چرا این نقشه رو اصلا کشیدم؟ برای چی میخوایم از این نقشه استفاده بکنیم؟ گوشهای گربه‌مون رو درست کنیم. چرا میخوایم از این نقشه استفاده بکنیم؟ صحبت از هلال شیعی که روس‌ها مطرح میکردن، میگفتن خب ایران شیعه است و عراق این بخش پایین شیعه است و سوریه در واقع هدایتش توسط شیعیان داره انجام میشه. این از اینجا بیاریم و جنوب لبنان شیعه و میخواستن اینجا بیان یک هلالی رو به قول خودشون، یک هلال اسلامی رو به وجود بیارن که نقشه روس‌ها این بود که حالا که ایران رو زدن زمین و ملاهای خودشون رو حاکم کردن، از طریق پول نفت ایران، یعنی روس‌ها هیچ پولی هم لازم نباشه دیگه خرج بکنن، از طریق پول نفت ایران بتونن بیان توی اینجا. اولا اومدن توی جنوب لبنان، ببینید 3-4 تا کشور این وسط فاصله است، توی جنوب لبنان اومدن یک چیزی ساختن به اسم حزب الله. داستانی که توی لبنان به وجود اومد یک داستان بسیار جالبیه. بذارید من از همینجاش یه تیکش رو براتون بگم که حالا همه کارهایی که دارن روس ها میکنن رو با همدیگه بررسیش بکنیم که این هلال شیعی اصلا چی بود، اصلا برای چی داشت میومد. سال 1932
این سال رو به خاطر داشته باشید اگر حافظم درست یاری بکنه. بچه‌ها لطفاً فکت چک کنید، مثل دانشجوهای خودم که سر کلاس دائم فکت چک میکنن منو، فکت چک بکنید بهم خبر بدید توی کامنت ها اگر درست دارم مینویسم. 1932 توی لبنان فکر بکنید این در فاصله بین سالهای جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دومه، اون زمانیه که لبنان هنوز تحت کنترل فرانسه قرار گرفته. کتاب رفیق آیت الله فصل 1 رو بچه ها نگاه بکنید، جنگ جهانی اول که به پایان میرسه اینا همه تریتوری قلمرو در واقع امپراتوری عثمانیه. امپراتوری عثمانی که شکست میخوره، تمام این قلمروش هر کدومشون کشورهای جدید درش ساخته میشه. عراق ساخته میشه به عنوان یک کشور جدید تو قلمرو عثمانی، سوریه ساخته میشه به عنوان یک کشور جدید تو قلمرو عثمانی، لبنان ساخته میشه همینجور، و این کشورها هیچ کدوم اون زمان وجود ندارن، همه قلمرو عثمانی هن فقط، و اسرائیل هم حتی وجود نداره. و پایان جنگ جهانی دوم کشورهای جدید، عراق رو انگلیسی ها میگیرن دست که این قلمرو انگلیسی ها میشه، سوریه و لبنان رو به نوعی فرانسوی ها دست خودشون میگیرن، اسرائیل رو، منطقه فلسطین رو که موقع اسرائیل نبود اسمش منطقه فلسطین، منطقه فلسطین اشتباه نکنید، نه کشور فلسطین، این هم در اختیار انگلیسی ها بوده و تقسیم میشه بین کشورهای پیروز جنگ جهانی اول به ویژه فرانسه و انگلستان. این منطقه قلمرو امپراتوری عثمانی رو بین خودشون تقسیم میکنن. بعد از جنگ جهانی اول 1932، هنوز بعد از جنگ جهانی اول و قبل از شروع جنگ جهانی دوم، یک نظرسنجی برگزار میشه توی لبنان. فرانسوی ها میخواستن بدونن حالا لبنانی که تحت کنترل خودشون گرفتن چند درصد از مردم لبنان مسلمون هستن، چند درصد مسیحی هستن، که اکثریت مردم لبنان در اون زمان مسیحی هستن. و این نظرسنجی خیلی جالبه. جمهوری اسلامی تلاش میکنه اعلام بکنه نه، اون نظرسنجی دستکاری شده بود، در صورتی که واقعیت بود، واقعا مردم این منطقه مسیحی بودن، اکثریت مسیحی توی لبنان اون زمان وجود داشتن. وقتی میاد که کشور اسرائیل تشکیل بشه تو منطقه فلسطین، تعداد زیادی از اعراب فلسطینی از اینجا کوچ میکنن به لبنان، کوچ میکنن به لبنان، و توی لبنان این جمعیت رو، این درصد جمعیتی رو تغییر میدن، و مسلمون ها هم چون مسیحی های سرمایه داری بودن و زندگی های خیلی خوبی هم داشتن اون موقع توی لبنان، بعد ولی مسلمون هایی که دارن کوچ میکنن به اونجا عمدتا فقیر هستن و عمدتا جمعیت های زیادی رو هم دارن، و همینجور کلونیشون هی داره با سرعت تمام رشد میکنه و تعداد مسلمون ها رو هی بالاتر و بالاتر میبره، تا اینکه دیگه مسیحی ها در اکثریت نیستن اون وقت توی لبنان. سال 1943 هنوز در بحبوحه جنگ جهانی هست، در جنگ جهانی دوم، اصلا در میانه جنگ جهانی دوم، اونجا میاد یک میثاقی بین گروه های مختلف، حالا درگیری های بین مسلمانان و مسیحی ها بالا هم میگیره، میان یک میثاقی به اسم میثاق وطنی، میثاق میهن رو مینویسن اون زمان، که طبق اون میثاق اعلام میکنن که ما قدرت رو تقسیم بکنیم بین فرقه های مختلف دینی که وجود دارن، که بعدن همین مبنایی میشه که بیان توی ساختار کشور مثلا ریاست جمهوری رو بدن به مسیحیان مارونی که یه موقع اکثریت رو داشتن توی این کشور ولی حالا دیگه ندارن اون موقع، بعد و نخست وزیری رو بدن به سنی های لبنان، و مجلس رو، پارلمان لبنان رو در واقع بدن دست شیعیان باشه. و این میخوام ساختار سیاسیشون تو نظرتون باشه که چه اتفاقی اونجا افتاده بود و چی کار داشتن میکردن. تا سال 1000 و اوایل دهه 70 میلادی، در واقع 1972-73 بود که امام موسی صدر، یک آخوند شیعه ایرانیه که مأمور سازمان امنیت شوروی هم هست در جنوب لبنان، اینا میان لونه میکنن، با کمک اتحاد جماهیر شوروی شروع میکنن مدارسی رو ساختن، و امام موسی صدر از مهندس مهدی بازرگان که اون موقع استاد دانشگاه بود توی تهران،
توی سالهای حالا ما 1300 و مثلا فکر کنید دهه اوایل دهه 30 خورشیدی، امام موسی صدر از مهدی بازرگان میخواد که یه چند نفر دانشجوی گردن کلفت خوب رو معرفی بکنن بهش، که بازرگان هم یکی از شاگردای خودش چمران رو معرفی میکنه به امام موسی صدر. چمران اون زمان توی امریکا بوده، بلند میشه از امریکا میاد میره میشینه توی لبنان و توی جنوب لبنان مدیر یک مدرسه میشه. اون مدرسه دارن حالا تروریست توش پرورش میدن و با کمک مصطفی چمران و امام موسی صدر یک گروه تروریستی، اولین گروه تروریستی شیعه شکل میگیره، جنبش عمل مثلا، و یک جنگ داخلی رو کلید میزنن بین مسلمانان و مسیحیان، حالا مسلمانان سنی و شیعه و مسیحیان شروع میکنن با هم دیگه درگیر میشن. جنگ داخلی که 15 سال طول میکشه، صدها هزار نفر درش کشته میشن و میلیون ها نفر آواره میشن از مردم لبنان. حالا فکر کنید کل لبنان 6 میلیون بیشتر جمعیت نداشته، ببینید چه بلایی به سرش میاد. و بعد از 15 سال جنگ داخلی در نهایت قرار میشه بیان یک توافق صلحی رو امضا بکنن، اگر اشتباه نکنم 1989 بود که توافق صلح، حالا دیگه خود به خاطر داشته باشید عدد رو، 1989 که توی توافق صلح دوباره برمیگردن به همون میثاق وطنی. حالا اینجا یه مقدار قدرت رو برای رئیس جمهور لبنان محدودتر میکنن، رئیس جمهور مارونی میگن آقا اکثریت دست مسلمان هاست. و بعد توی اون توافق 1943 قرار بر این بود که نمایندگان مجلس به تعداد 5-6، یعنی 5 در واقع مسلمان 6 مسیحی، که اکثریت دست مسیحی ها باشه توی مجلس. و در پایان جنگ داخلی توافق میکنن که این رو برابر بکنن با هم دیگه، مسیحی ها و مسلمان ها رو. و همه این نقشه ها برای این بود که حزب الله لبنان بتونه قدرتمندتر در واقع پارلمان لبنان رو تصاحب بکنه. عملا ریاست جمهوری به عنوان یک پوزیشن تشریفاتی قرار میگیره و نخست وزیر رو پارلمان داره مشخص میکنه. پارلمان دسته که مثلا نخست وزیر قرار سنی باشه، ولی چون پارلمان تصمیم گیرنده است که دست شیعیانه و حزب الله لبنان دستش گرفته پارلمان رو، عملا کل قدرت در لبنان میفته دست شیعیان و میفته دست حزب الله لبنان. حزب الله لبنانی که از همون گروهک های شیعه ای که در اوایل دهه 70 میلادی توسط امام موسی صدر و چمران تروریست داشت ساخته میشد، این در 1982 بعد از مثلا وقوع انقلاب مارکسیستی اسلامیستی در ایران، حالا دیگه پولهای نفت سرازیر میشه، اسلحه سرازیر میشه از ایران برای این تروریست های جنوب لبنان. و این منطقه جنوب لبنان، منطقه حکومت حزب الله لبنان، یک منطقه بسیار به نوعی ثروتمند، یک منطقه فقیرنشینی بوده در بقا، که یک منطقه ثروتمندی میشه از پولهای نفت مردم ایران. ساخت و ساز بسیار زیادی اونجا انجام میشه، مدارس زیاد، کارخانجات زیاد، کار براشون تولید میشه، خانه های زیادی براشون ساخته میشه، اسلحه های زیادی سرازیر میشه. و عملا یک زندگی انگلی رو حزب الله لبنان اینجا برای خودش ایجاد میکنه که تمام پولش از پول نفت مردم ایران داشته میرسیده بهشون. و همین حزب الله لبنان قدرت رو در کل لبنان به دست میگیره و هر وقت کسی باهاش مخالفت میکرده، پدر همین سعد حریری که الان نخست وزیره که استعفاش رو تقدیم کرده، پدر سعد حریری، رفیق حریری، نخست وزیر بود و با حزب الله لبنان هم رابطه خوبی رو برقرار کرده بود، چون بالاخره مجلس بعد رأی میداد نخست وزیر رو انتخاب میکرد. و یک نخست وزیر سنی، رفیق حریری، رابطه خوبی با حزب الله لبنان داره، اما وقتی یه چند جا با حزب الله لبنان مخالفت میکنه و حزب الله لبنان دیگه حالا خیلی پررو هم شده بودن، رفیق حریری رو منفجرش میکنن. بعد پسرش میاد به جاش، برای اینکه دوباره جنگ داخلی راه نیفته، میان قدرت رو میدن دست پسرش و دوباره حزب الله لبنان پشت پسرش وای میسته، چون هدف این بود که هر کی نخست وزیر میشه خر حزب الله لبنان باشه. از طرف دیگه حزب الله لبنان فشار خودش رو باید دائم روی اسرائیل هم وارد بکنه. بعد دائم روی اسرائیل هم وارد، یعنی اصلا یکی از اصلی ترین دلایل تشکیل حزب الله لبنان اینجا اینه که همیشه خطر روی اسرائیل وجود داشته باشه. اما رؤیای داشتن هلال شیعی همیشه توی عراق به بنبست می‌خورد تا وقتی صدام روی کاره.
اینجا توی سوریه هم عملا این مسیر رو خانواده اسد، حافظ اسد، پدر بشار اسد و بعد هم خود بشار این مسیر رو باز میکنن و میان جلو. جالبه، حالا گفتم بشار اسد و حافظ اسد، پیروز بشار اسد میاد توی مانور تبلیغاتی از پرزیدنت ترامپ مثلا دفاع میکنه، ولی بیشتر هدفش این بوده که تخریب بکنه تا اینکه که چون بشار اسد اگر از کسی دفاع بکنه الان تخریب به حساب میاد و از پرزیدنت ترامپ دفاع میکنه. و بهمن کلباسی مثلا از بی بی سی فارسی که روی توییتر خیلی هم کلنجار میره با قلاف شمشیر سیاوش شهید میخواد شق شقی بشه، میاد که همیشه بشار اسد رو اینا تاج سر خودشون میدونستن و مولای خودشون، چون بشار اسد هم خامنه ای رو مولای خودش میدونه. در بی بی سی فارسی بشار اسد یک جایگاه ویژه‌ای همیشه داشت، جایگاه بالایی داشت، اما وقتی میبینن بشار اسد از ترامپ اومده داره دفاع میکنه، یه دفعه کلباسی میزنه قصاب دمشق، که بی بی سی فارسی میتونه یک شبه از سوگلی سید علی یک نفر رو تبدیل به قصاب دمشق بکنه. حالا بگذاریم از مسیر بحثمون پرت نشیم. پس تمام اینجاها رو عملا برای ساختن هلال شیعی روسیه در اختیار داشت، اینجا مونده بود توی عراق بتونه این هلال رو به هم وصل بکنه. خود حکومت عراق هم، حکومت صدام حسین تو عراق رابطه خوبی با روس‌ها داشت، ولی این رابطه خوب دلیل نمیشد که رابطه خوبی با ایران هم داشته باشه و رابطه خوبی با سوریه هم داشته باشه، چون احزاب بعث توی عراق و سوریه یک جورای انشعاب از همدیگه بودن و با همدیگه درگیری‌های زیادی هم داشتن. یکی حزب بعث سنی بود، یکی حزب بعثی بود که در اختیار شیعیان بود توی سوریه، اونور تو عراق در اختیار سنی‌ها بود و درگیری‌های زیادی بود. بعد از حمله آمریکا به عراق و به ویژه بعد از خیانتی که اوباما می‌کنه و ارتش آمریکا رو از عراق خارج می‌کنه، قبل از زمان مورد نیاز، یعنی اگه اشتباه کنم سال 2011 بود که اوباما ارتش آمریکا رو از عراق خارج کرد. خب حضور ارتش آمریکا توی عراق خیلی مهم بود و تصور بکنید که ارتش آمریکا هنوز توی ژاپن هست بعد از جنگ جهانی دوم، که ژاپن شکست میخوره، آمریکا کمک میکنه، ژاپن دوباره بیاد بالا، قانون اساسی جدید براش مینویسن، به کره کمک میکنه آمریکا، ارتش آمریکا هنوز تو کره جنوبی هست، ارتش آمریکا هنوز توی آلمان هست، به نوعی شهر فرانکفورت شهر آمریکاییه و توی خیلی از جاهای دیگه اروپا ارتش آمریکا هنوز اونجاها هست، پایگاهاش هنوز وجود داره بعد از جنگ جهانی دوم. خب به همه اینها کمک کرد آمریکا، ولی اوباما اصرار داشت هر چه سریعتر ارتش آمریکا از اینجا بره بیرون، چون به نوعی اوباما هم از نوکران و عاشقان و شیفتگان روس‌ها بود، نمی‌خواست حضور نظامی آمریکا رو توی منطقه ببینه، حتی آمریکایی که خودش رئیس جمهورش بود حاضر نبود اونجا باشه. بعد از خروج نیروهای آمریکایی از عراق، اتفاقی که میفته اول توی این منطقه یه دفعه داعش ظهور میکنه، آیسس توی مرز عراق و سوریه، و حالا یک خلأ قدرت ایجاد شده بود، آیسس میاد بالا. از یه طرف دیگه رژیم جمهوری اسلامی، رژیم اسلامی حاکم بر ایران و قاسم سلیمانی نفوذ بسیار زیادی رو توی عراق پیدا میکنه، چون دیگه کاملا دیدن خلأ قدرت از تمام مرزها تروریست‌های حزب الله، تروریست‌های سپاه پاسداران ریختن و اومدن توی عراق. بلافاصله شروع کردن گروه‌های تروریستی رو، سپاه پاسداران قاسم سلیمانی شروع می‌کنه این گروه‌های تروریستی رو تشکیل دادن، اصائب نمی‌دونم اهل حق، کتائب حزب الله، نمی‌دونم النجباء بدر و کتائب خراسانی، چهار تا گروه ویژه تروریستی هستن که قاسم سلیمانی این گروه ها رو میاد توی عراق شکل میده و این گروه های تروریستی عملا تلاش میکنن که توی سیاست گذاری ها توی عراق نقش داشته باشن، حتی توی انتخابات ها میان کاندید معرفی میکنن و ما مجموعه اینها رو حالا عنوان هشت شعبی روش میذارن، این مجموعه این تروریست ها رو، و عملا میبینیم هشت شعبی کاندید برای انتخابات معرفی میکنه و حتی کاندیدی که برای انتخابات معرفی میکنه کاندیدش میره و رأی هم میاره. عادل عبدالمهدی به نوعی کاندیدای هشت شعبی ها بوده توی عراق و میاد نخست وزیر هم میشه و در نبود آمریکا، در نبود ارتش آمریکا، قاسم سلیمانی و تروریست‌هاش توی عراق عملا کنترل کار رو به دست میگیرن. منطقه شیعه جنوب عراق
کامل میفته دستشون و رؤیای روس‌ها و ملاهای حاکم بر ایران به نظر میاد که داره میره تعبیر بشه هلال شیعی دیگه ساخته شد. این تیکه پیس عراق که کم بود اومد اینجا نشست و دیگه هلال ساخته شد. رؤیا و شعاری که میدادن که راه قدس از کربلا میگذره درسته، داره اتفاق میفته. برای همین خامنه ای هم هول میکنه مبلغ بسیار زیادی از پولهای نفت مردم ایران رو میاد سرمایه گذاری میکنه توی عراق، توی نجف. بذارید من عکساشو نشونتون بدم. همین الان با من میتونید سرچ بکنید که این عبارتی رو که میگم پای کامپیوتر هستید، همین الان این عبارت رو همزمان با همدیگه بذارید جستجوش بکنیم. بزنید آستان نمادین فاطمه، بذارید ببینیم چی میاد بالا ازش. پروژه بزرگ صحن حضرت فاطمه زهرا، پروژه بزرگ صحن حضرت فاطمه زهرا یکی از بزرگترین پروژه های عمرانی در تاریخ عتبات عالیات. سرچ کنید میاد بالا، با هم دقیقا بخونیمش ببینیم چی داره میگه. بزرگترین پروژه های عمرانی در تاریخ عتبات عالیات به شمار می رود، برآورد می شود تمامی بخش های این پروژه طی 2 سال آینده به مرحله برده برداری برسد. طراح، مجری و بانی این پروژه ستاد بازسازی عتبات عالیات در جمهوری اسلامی ایران بوده. در این زمینه هماهنگی لازم به صورت کامل با دیوان عالی اوقاف عراق و آستان قدس علوی صورت گرفته است. به عنوان قبله عاشقان پروژه سعی صحن مطهر علوی که با عنوان پروژه صحن حضرت فاطمه شناخته می شود، بزرگترین پروژه آستان قدس علوی به شمار می رود و یکی از طرح‌های مهم و زیر ساختی این آستان می باشد. افزایش مستمر فلان فلان فلان. حالا چه کارهایی می خوام بکنن؟ صحن حضرت فاطمه با مساحتی بالغ بر 61,000 متر مربع، 4 برابر صحن قدیم حرم مطهر بوده و یکی از مهمترین بخش‌های توسعه و ساماندهی فضای حرم مطهر علوی به شمار می‌رود. ساختمان پروژه شامل 4 طبقه و دارای چندین رواق بزرگ می‌باشد و و و میزان پولی که براش خرج کردن، بذار ببینم توش میگه چیه یا نه. ساختمان به موزه در پشت فضای عبادتی و زیارتی واقع است، بر زمینی به مساحت 3000 متر مربع در 3 طبقه در حال احداث است، کتابخانه فلان فلان و یعنی طرحی که پیاده کردن یک شهرک کامل رو کنار مثلا مرقد امام اول شیعیان امام علی بسازن با عنوان یک حرم نمادین برای فاطمه زهرا. ولی واقعیت اینه که اینجا حرم نمادین فاطمه زهرا نیست. اینجا ببینم یادتون هست چیه در واقع. من قبلا توی لایو دربارش صحبت کرده بودم که برای چی خامنه ای این همه پول اینجا خرج کرد. تو کامنت ها برام بنویسید من ببینم یه دقیقه، ببینم یادتون مونده. میلیارد ها دلار از پول نفت قبر خامنه ای، آفرین. لشگر سامتینگ، حرم آقا سعید، مرسی مرسی از همه بچه ها. علی میبینم همه تون کاملا به روز هستید. اینجا قرار بود مقبره خامنه ای باشه، چون خامنه ای نمیتونست اعتماد بکنه که اگر توی ایران بده دفنش بکنن بعد مردم قبرشو تبدیل به توالت عمومی نکنن. برای همین گفت که حالا که راه عراق رو باز کردیم، راه کربلا و نجف باز شده و هلال شیعیمون رو شکل دادیم، حالا چه بهتر که من میلیاردها دلار پول نفت رو بیام بریزم اینجا و توی نجف این بزرگترین امارت تاریخ شیعه رو بسازم و اونجا بشه مقبره من، مقبره خامنه‌ای مثلا. و رؤیاهای بسیار زیادی رو داشت که حالا که همه میان زیارت امام علی، زیارت امام سید علی هم برن. یه کوچه میذاشتن اونجا، کوچه علی چپ بهش میگفتن، کوچه سید علی چپ، که سید علی چپ دست، که اونجا مثلا بیان همه برن اونجا زیارت هم بکنه. ولی یه دفعه وقتی که دیگه آمریکا هم وسط نبود، آیسس هم نابود شده بود، یک دفعه از سال پیش بود که اعتراضات سنگینی توی جنوب عراق شروع شد، قرم قرمی بود، جوانا ریختن بیرون،
توی بصره، توی کربلا به چند تا از این دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی رفتن حمله کردن، کنسولگری همین، ولی رژیم باز پیام رو دریافت نکرد. تا چند هفته پیش که شاهد حضور میلیون ها جوان عراقی بیرون بودیم که حالا اومدن همشون و فریاد زدن بر سر رژیم ملاهای حاکم بر ایران. عکس های خامنه ای رو با آتش کشیدن، عکس های قاسم سلیمانی رو با آتش کشیدن. اونا فکر کردن دیگه عراق شد حیات خلوت ملاهای حاکم بر ایران، دیگه تموم شد، دیگه هلال شیعیمون هم شکل گرفت و اومدیم بریم حالا نقشمون رو برای قدس اجرا بکنیم، دیگه اینجا تموم شد. فکرش هم نمی کردن که نه فقط اینجا رو از دست بدن، یه دفعه لبنان رو هم از دست بدن. یعنی دوتا منطقه کلیدی خودشون و از شما چه پنهون، سوریه رو هم از دست بدن. سوریه رو ارتش اسرائیل زحمتش کشید، اومد و به طور کامل تمام مراکز سپاه پاسداران رو با همکاری مستقیم روس‌ها، یعنی روس‌ها کاملا گرا رو بهشون دادن، به اسرائیلیا. کافی بود اسرائیلیا یکم سر کیسه برای روس‌ها شل کنن، روس‌ها خار مادر خودشون هم میفروشن مثل قند، پول بدن بهشون و اسرائیل نابود کرد تمام پایگاه‌های سپاه پاسداران رو توی سوریه و عملاً دیگه توی سوریه رژیم دیگه هیچ جایگاه و پایگاهی نداره. پس سوریه از دستش رفت. جنوب لبنان الان انقلاب قانون اساسی به پاست. توی عراق هم، جنوب عراق هم انقلاب قانون اساسی به پاست. یعنی عملاً شیعیان هر دو طرف قیام کردن. شیعیانی که خامنه‌ای خیلی روشون حساب کرده بود، عکسای خامنه‌ای رو با دمپایی دارن میزنن، سید علی دمپایی، حالا دارن با دمپایی میزننش لامصبو. و این خب خیلی خیلی برای خامنه‌ای الان کابوس سنگینه که این روزا داره میاد سخنرانی میکنه و این میگه این توطئه. بذار ببینم، من بچه‌ها فکر می‌کنم تو اینستاگرام من گذاشته باشن اینو، با هم یک نگاهی بکنیم ببینیم خامنه‌ای درباره این چیزا چی میگه، این تحولاتی که داره اونجا صورت میگیره. نمیدونم همین درسته یا نه. اطلاعاتی غربی با پشتوانی پول بعضی از کشورهای مرتجع منطقه دارن آشوب بپا میکنن در کشورهای همسایه ما و نزدیک ما و کشورهای این منطقه، امنیت رو از بین میبرن. این بدترین دشمنی و خطرناکترین کینه‌ورزی علیه یک ملت. من همینجا از فرصت استفاده کنم به دلسوزان این کشورها مثل عراق، مثل لبنان که درگیر مشکلاتند، از همینجا بگم اولویتشون علاج ناامنیست. مردمشون هم باید بدانند که مطالباتی دارن، مطالبات فقط در چارچوب ساختارهای قانون سرویس‌های اطلاعاتی. خیلی خیلی پر روه سید علی، دارن با دمپایی میزننش، تمام عکس ها و پوستراشو دارن میسوزونن توی عراق و لبنان. پر رو اومده میگه من درخواست میکنم که مطالباتی، این مردمی که با دمپایی من رو میزنید، درخواست میکنم مطالباتتون رو تنظیم کنید، یه وقت چیز نشه، خارج نشه از این قوانینی که ما خودمون چیدیم اونجا گذاشتیم. چرا؟ چون قانون اساسی عراق رو توی نوشتنش خود ملاهای حاکم بر ایران نقش داشتن. بعد از جنگ متاسفانه آمریکا اشتباه فاحشی مرتکب شد تو نوشتن قانون اساسی عراق و افغانستان. قبلا زیاد دربارش براتون صحبت کردم توی سخنرانی هفته گذشتم تو پارلمان انگلستانم، اتفاقا به همین قضیه اشاره کردم که چه اشتباه فاحشی بود که وزارت خارجه آمریکا مرتکب شد و قانون اساسی عراق و افغانستان رو اجازه داد که ملاهای حاکم بر ایران بنویسن. و توی این قوانین اساسی جوری خامنه ای اومده بود انگوش کرده بود توی تمام سیاست عراق که عملاً بتونن مزدوران خودش بتونن بیان به قدرت برسن. مثل همین که ما میبینیم مثلا عادل عبدالمهدی که تحت حمایت هشت شعبی تروریست های تیم قاسم سلیمانیه بیاد نخست وزیر بشه و الان هم همه دنیا دارن به عادل عبدالمهدی میگن برو کنار مردک، تا این همه آدم کشتن تو خیابون،
تروریستایی که تو رو معرفی کردن این همه آدم کشتن، برو کنار. با پررویی تمام نمیره کنار، چون قاسم سلیمانی بهش اجازه نمیده بره کنار. و این چیزیه که خامنه ای میخواد. در همین خامنه ای داره به اینا توصیه میکنه، میگه ای آنهایی که با دمپایی میزنید تو فک من، از این قانونی که ما خودمون براتون درست کردیم یه وقت تخطی نکنید، این امنیتتون به هم میخوره. همین حرفایی که برای ایران هم میزدن، عوضش امنیت داریم. حالا خامنه ای داره اینا رو خر میکنه که امنیت دارید، برای امنیتتون یه وقت چیز نکنید، نذارید این بازی به هم بخوره، چون ما این بازی رو بلدیم، این بازی رو ما چیدیم براتون. و دقیقاً میبینیم خامنه ای نگرانیش که میگه این بسیار بسیار خطرناکه. چرا خطرناکه؟ برای اینکه مردک گور به گور شد، همه حساب کتابش رو کرده بود، همه میلیاردها دلار پول نفت که این میرسون میرسید دستشون، کلی رو آورد سرمایه گذاری کرد اینجا، نکرد پلن بی داشته باشه. برای پلن بی خودش نکرد لااقل یه جایی، حالا توی نمیدونم کجای ایران جرأت داشت بره برای خودش مقبره بسازه، ولی دارغوزآباد سفلا مثلا بگیم، میرفت یه پلن بی مقبره اونجا برای خودش لااقل سنگ بنایی میزد که همین روزا که یه دفعه به درک واصل شد دیگه جنازه‌اش رو زمین نمونه، یه جایی باشه بکننش زیر خاک که توالت عمومی نشه. چون پلن بی هم نداره، همه پولا رو هم ریخته اینجا، اینجا هم الان از دست رفت، حالا نگرانه. حالا سید علی میگه ای نکنید مردم، قبر مرا رو سرم خراب نکنید. واقعیت اینه که انقلاب مردم عراق، اونجور که خامنه‌ای داره میگه توطئه غربی هاست، توطئه آمریکاست، توطئه آمریکا نیست. ببینیم توطئه کیه. انا مول الثوره خامنه‌ای بشینه این چیزها رو نگاه کنه و ببینه که توطئه آمریکا و ترامپ و اینا نیست، جوانهای نسل امروز عراق و لبنانن که دیگه نمیتونین گولشون بزنین. و نکتش میدونین چیه؟ که الان انقدر رژیم مستعسل شده، هم توی عراق هم توی لبنان، تا الان چرا انقدر اینا موفق بودن؟ چطور شد یه دفعه همه چیز از دستشون در رفت؟ امشب سالگرد 13 آبانه. 13 آبان یادتونه چی بود؟ همیشه یه مناسبتهایی برامون توی دوران مدرسه میذاشتن، آقا 13 آبان روز تبعید حضرت امام، دیگه نمیتونیم بگیم نیما روحش شد نیما ولدانه امام خمینی، آره حضرت امام روح الله خمینی تبعید شد. روز دانش آموز، آقا شاه دانش آموزان را با گلوله به رگبار بست. این چیزایی که تو تاریخ می ساختن می دادن بیرون. و 13 آبان روز تسخیر لانه جاسوسی. ولی هیچ کدوم از این 13 آبان ها اندازه این 13 آبان آخریه نچسبید. چی بود؟ ببینم یادتون میاد. یه مناسبت دیگه هم 13 آبان داره، تحریم نفت. آفرین سعید علیپور داره میگه. سال گذشته همین موقع بود، فریدون هم داره میگه، کابوس بزرگ خامنه‌ای شکل گرفت. بابک، آتوسا، همه دارن میگن ازش کابوس بزرگ خامنه‌ای. فکرش هم نمی‌کردن. ظریف می‌خندید.
تام کادن میگه وید استروک آف پن مگه میشه؟ نمیشه آقا. برو پس بگیر پولتو از هاروارد. اما شد. اول شوخی گرفتن، بعد اروپایی ها خرشون کردن. اروپایی ها گفتن آقا ما باهاتونیم، ما در کنارتون میایم، یک سازوکار مالی ویژه میزنیم. فدریکو موگرینی کمونیست هی برای اینا بلوف زد، اومد تو مجلس باشون سلفی گرفت. اینا فکر کردن این واقعا به جای بنده، گفت نه نگران نباشید من اروپا رو براتون درست میکنم. کو فدریکو موگرینی کو جواد؟ جان کری گفت تحمل کنید جواد. جانی کو؟ یک سال، درست یک سال از شروع تحریما داره میگذره، رژیم به فلاکت افتاده، به فلاکت افتاده. فکر میکردن دنیا نمیره، آقا همراه نمیشه. دیدن تا روسیه و چین هم رفتن کنار آمریکا وایسادن، هی همینجوری قراردادهای اوورت دادن رفت. آقا چین بیا 400 میلیارد دلار ما بهت میدیم نفت و وردار 25 سال مجانی ببر. اصلا چینی‌ها گفتن باشه بدید، بعد آخرش هم یه انگوش وسط نشونشون دادن، گفتن بریم پی کارتون. یعنی از همه ور خوردن و تازه شروع ماجراست. پول نفت رو تاغار تاغار میریخت تو جنوب عراق، گروه های تروریستی به مردم هر جایی بتونه بیا کار ایجاد کنه، مثلا اونجا پول بین مردم تقسیم کنه. پول که قد شد، اینا همون داستان سگهای هار قلعه حیوانات یادتون هست که خوک ها هی میکندن از حیوانای دیگه میریختن جلوی این سگهای هار، از یه جایی دیگه نبود چیزی بدن، سگا شروع کردن دریدن خود خوکا. حالا دیگه نیست، پول نفت نیست، خامنه ای نداره بده، اموالش هم که بیرون کشور همه رو مصادره میکنن و سید علی حقیر برمیگرده به دوران سید علی گدای خودش، یکی از ثروتمندترین مردان روی کره زمین شده بود لامصب. سید علی عقده‌ای بالاخره تونسته بود بیاد ثروتمند بشه با دزدیدن و چپاول پول ملت ایران، اما یه دفعه همشو یه شبه از دست داد، شد سید علی گدا، سید علی دمپایی پاره. حالا دیگه پول نداره بریزه تو عراق تروریستا رو تغذیه کنه، مردم همه شاکین. پول نداره بریزه لبنان تروریستا رو تغذیه کنه، حزب الله لبنان تا مرگ ضعیف شده، امروز تا مرگ ضعیف شده. حزب الله وقتی پول پترودلارای مردم ایران رو داشت، کسی جرأت نمیکرد جلوی حزب الله لبنان قد علم بکنه، جرأت نمیکردن. امروز همه علیه حزب الله لبنان بیرونن و بازی تمومه. یه عکس، بعضیا سعی کردن بیان این اعتراضات مردم عراق رو به نفع خودشون مصادره بکنن. همین الان هم که من باهاتون صحبت میکردم، توی کربلا ریختن عراقی ها کنسولگری رژیم رو گرفتن، پرچم رژیم رو هم کشیدن پایین و همه جا رو با آتیش کشیدن. همین الان که داریم با هم دیگه حرف میزنیم، این چیزا اونور داره توی عراق رخ میده. یکم دیر این کارا رو کردن که لااقل اون دوست ما گول نخوره نره اونجا و اونجا هشت و شعبی نگیره تحویلش بده. این عکس رو دیدم توی گروه های کنگره، یکی از بچه های خودمون گذاشت بالا دقایقی پیش، خیلی عکس جالبیه. مقتدی صدر اومده بود بره وسط مردم توی عراق، وسط جمعیت با ماشین برونه بگه مردم من با شما هستم، گفتن خفه شو برو، ما میگیم کل آخوندان. توی عکس دختری رو میبینید که پلاکاردی رو دستش گرفته و تکلیف همه رو روشن کرده، میگه لا بس
لا ایران، میگه نه به حزب بعث صدام، نه به ایران. این لا برزایی نمیدونم دقیقا چیه، بی‌تعارف. لا مقتدا، نه تازه به مقتدا صد، لا سیستانی، نه به سیستانی. این مفهوم کامل انقلاب قانون اساسیه که ما داریم دربارش حرف میزنیم. مفهوم کاملشه که یعنی آقا ملاها جمع کنید برید تو حوزه‌های علمیه خودتون، هر غلطی میخواید تو اون بشکه‌ها با هم دیگه بکنید، هر کاری دوست دارید بکنید، بس کنید دیگه. حالا میگم هر غلطی میخواید بلش کنید، چیز درباره روابط اسامه بن لادن و بوزها توی قارهای تورابورا مطرح شده بود که دیروز یکی از مجریای فاکس نیوز گرگ گاتفلد داشت میگفت اگر به خاطر ارتش آمریکا نبود الان اسامه بن لادن همچنین مشغول روابط نامشروع با بوزها بود توی کوههای افغانستان. ولی حالا خلاصه با بوز، با بشکه، هر کاری میخواید ملها تو حوزه علمی با هم دیگه برید بکنید، با هم دیگه دست از سیاست بردارید. حالا حوزه علمی نجفه، حوزه یه عدد آخه جوجه ملا هم بی بی سی اومده بود فی ویدیو گذاشته بود که مثلا اعتراضات مردم عراق رو داشت میگفت، بعد میگفت از حوزه علمی نجف هم طلبه ها ریختن بیرون، یه تعداد جوجه ملا رو میدیدی ریختن تو خیابون، که اینا هم دارن میگن ما از اعتراضات داریم حمایت میکنیم. ولی این دختر با این پوستر رسما واقعا آب پاکی به دست همشون ریخته. همه تو نه، حتی مقتدا صدر اومده بود پیش خامنه ای، از پیش خامنه ای رفت تو جمعیت با ماشین را بره ببینه میتونه خر کنه مردمو، وقتی دید نشد ماشینش هم با سنگ و دمپایی زدن، بلا فاصله برگشت دوباره با یکی از این هواپیماهای ماهانر برگشت رفت ایران. دیشب دوباره پیش خامنه ای بود که گفت آقا نمیشه، خیلی وضع خرابتر از این حرف هست، همه چیز با هم داره میره. رژیم اومده بود تو قانون اساسی عراق اسلام رو تزریق کرده بود به عنوان مذهب رسمی. حالا داریم میبینیم که دارن جوانای امروز عراق میگن آقا ما قانون اساسی جدید میخوایم، این اون چیزی نیست که ما میخواستیم. دنیای مدرن، این قانون اساسی ما رو با دنیای مدرن همراه نمی کنه. حق دارن. قانون اساسی که به نوعی اومد یک فدرالیسم قومی مذهبی ایجاد کرد تو عراق، قبلا دربارش براتون صحبت کردم که مثلا شمال عراق حالا دست کردها باشه و رئیس جمهور از کردها انتخاب بشه، نخست وزیر نمیدونم جنوب دست شیعیان باشه، مرکز دست سنی ها باشه، مجلس رو حالا میخوان سنی ها داشته باشن اما نخست وزیر رو بدن به شیعیان. و این تقسیم بندی فدرالیسم قومی مذهبی یکی از خطرناکترین انواع فدرالیسم هاست. یک سیستم فدرالیستی سیستم بدی نیست، ولی قبلا بهتون گفتم باید حتما فدرالیسم جغرافیایی باشه، حتما. مثال خود آمریکا رو براتون زدم، 50 تا ایالته، نیومدن بگن آقا توی این ایالت چون یهودیا هستن این ایالت یهودیا باشه، انقدرم سهم دارن توی قدرت، اینجا چون مسلمان هستن این ایالت مسلمان باشه انقدرم سهم دارن تو قدرت. اصلا یه همچی کاری نکرد. حالا مثلا ایالت یوتا رو ما داریم که مورمنا یه فرقه ای از مسیحیت اونجا هستن، ولی نه این که بگن چون مورمنا هستین شما مورمنها بشید ایالت یوتا. نه، یوتا یکی از ایالت‌های آمریکاست که یک تعداد زیادی از مورمنها اونجا زندگی میکنن. ایالت‌ها بر پایه فدرالیسم جغرافیایی تقسیم بندی شدن، نه فدرالیسم مذهبی و قومی. این بسیار بسیار خطرناکه، چیزی که برخی از بیبی بومرز های نادون توی اپوزیشن ما، اپوزیشن نسل قدیم فسیل ما هنوز دارن رو تبلش میزنن. فدرالیسم قومی نژادی بسیار بسیار خطرناکه. ما داریم الان میبینیم با عراق و لبنان چی کار داریم. با لبنان هم همین بود، لبنان هم توی این میثاق وطنی خودشون 1943 که بعد 1989 اومدن یه خود
به نفع مسلمان‌ها تغییر کوچیکی کمترش ایجاد کردن، اومدن گفتن آقا رئیس جمهور بره از مسیحیان مارونی باشه، نمیدونم نخست وزیر سنی باشه، مجلس دست شیعیان باشه. این چه جور تقسیم بندیه؟ یعنی چی؟ آقا همه کشور باید بتونن میخوان رئیس جمهور بشن بیان بشن. تو عراق آخه الان این از طرحهای احمقانه جو بایدن بود که حتی میگفت تازه عراقو سه پارچش کنیم اصلا، که بیان این شکلی تقسیم بندیش بکنن. من یه سوال دیگه ای هم دارم از ملاهای احمق حاکم بر ایران، یه سوال دارم، خداییش سوال دارم، توهین نیستا، به خدا سوال دارم، چون میدونم درجه بهره هوشیتون خیلی پایینه، میشه یه جواب برای من پیدا کنید؟ سید علی دمپایی، سید علی گدا، سید علی حقیر، دست کم این همه لقب داری دیگه، لامصب، عقده‌ای، سید علی عقده‌ای، میشه به یه سوال من جواب بدی؟ عروس خاورمیانه کجاست؟ تو این خاورمیانه‌ای که من کشیدم. بچه تو کامنت ها برای سید علی حقیر، چون این لایوای من خیلی هم اذیتش میکنه، مخصوصا فهم کنم از طریق شبکه ماهواره‌ای یور تایم تیوی زنده هم این برنامه رو میبینه دائم، خیلی اذیتش میکنه، هی هدا و بشرا دختراش هم میگه بذار ببینم این لامصب چی میگه، هی هرس میخوره، آخرش پای یکی از این لایوای من سکته میکنه، این سید علی میمیره. حالا ببینید کی بهتون گفتم عروس خاورمیانه رو به من بگید کجاست، بذار ببینم کجا رو مینویسن. اون لامصبایی که دارید مینویسید لبنان خیلی بی‌انصافی، عروس خاورمیانه ایرانه. میبینم خیلی از بچه ها دارن مینویزن ایران. هانیه حسن هستی، مرسی آتوسا اسماعیل، اوکی. عروس کل، نه فقط خاورمیانه، یه جورای عروس دنیاست. یه روزه پادشاه ایران میگفت گهواره تمدن بزرگ، واقعا تمدن بزرگ. بعد ملاهای حاکم بر ایران که دری به تخت خورد، با کمک روسها شدید جاسوس روسها، با منطقه ما تحتتون که خیلی هم تو حوزه های علمیه این منطقه رو ازش کار میکشیدید به جای اینکه از مغزتون کار بکشید، با اون منطقه ما تحت افتادید تو خمره عسل و اومدید توی عروس خاورمیانه و عروس دنیا حاکم شدید و ایران زیبای بزرگ رو با تمام تاریخ و تمدنش مال خودتون کردید. آخه بی پدر مادر، آخه ایران چشه که حالا دلوپی افتادید توش؟ چه مرگتونه دنبال هلال میگردین برین کدوم گوری؟ خب همینی رو که افتاده بودین توش چرا همینو نساختین؟ لامصبا. وقتی میگم مغز ندارین همینه دیگه. آقا حاکم میشین به یه کشوری که گل دنیاست، این همه نفت و پول و امکانات داره، این همه جوون با استعداد داره، این همه تاریخ داره، این همه تمدن داره، شما به اینجا حاکم میشین به جای که بفهمین کجا اومدین حاکم شدین، هی دنبال اینین بیاین را بیافتین بیاین جنوب عراق برین چه غلطی بکنین، اونجا تو جنوب لبنان چه غلطی بکنین، تو سوریه چه غلطی بکنین، دنبال چه مرگی بودین؟ سید علی حقیر، ایران به این زیبایی، خب پوفیوز به جای اینکه وایسی مردم رو شکنجه کنی بکشی که جرأت نکنی اون جنازه نکبتتو زیر خاک همین ایران یه جایی دفن بکنی از ترس اینکه نیان توالت عمومی بسازن روی قبرت، میتونستی آدم نکشی همینجا بمونی، مقبرت هم یه گوشه همونجا بزنی که حالا بیای پولای پترودلارای نفت مردم ایرانو بریزی اینجا توی عراق، جنوب عراق، تو نجف، که همش هم به باد بره با دمپایی بزننت. ای بد ای بدبخت. وقتی میگم شما آخوندا مغز ندارید، وقتی میگم بهره های هوشیتون پایینه، همینه. لامصب ایران.